روز دوشنبه 27 سپتامبر مرکز هماهنگی احزاب کردستان ایران تظاهراتی را برای اعتراض به بمباران مقرهای احزاب کردستان از سوی جمهوری اسلامی تدارک دیده بود که با شرکت تعداد زیادی از هواداران و اعضای این احزاب در بریتانیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات رأس ساعت 2 بعد از ظهر در میدان ترافالگار جمع شدند و با طی مسیری به مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا رسیدند. گفتنی است که ایرانیان غیر کرد و اعضای برخی سازمان‌های سراسری ایرانی نیز در این تظاهرات حضور داشتند و پشتیبانی خود را از کردهای ایران اعلام کردند. با سلام به این جمعیت نسبتاً خوبی که اینجا گرد هم آمدند برای محکوم کردن بمباردمان مقرها و جایی که اکراد ایرانی در حکومت اقلیم حضور دارند و چندین روز متوالی و دائم هم با پهباد هم با توپخانه و راکت اونجا رو مورد حمله قرار دادند. این آرزو رو حکومت ایران به گور خواهد برد که بتونه صدای کرد و کردستان رو خاموش بکنه. حکومت ایران هم به این نتیجه رسیده که مبارزات آزادی بخش مشروطیت رو اگر پرچمدارش آذربایجان بود، امروز برای مبارزات آزادی بخش، برای احیای دموکراسی، سرنگونی دیکتاتوری و ایجاد عدالت اجتماعی و یک فدرالیسم معقول، کردستان پرچمدار این خواهد بود. به همین دلیل اینا دست به کار شدن که کردستان رو نابود بکنند. کردستان رو نابود بکنند و به خیال خودشون این مبارزات رو از بین ببرند. در حالی که اینجور نیست. کردستان قدم به قدم همینطور که میبینین اختلافات رو کنار گذاشتن، یک جبهه متحده دارن به پیش میبرن و سرانجام این یک جبهه متحده بزرگ میشه که لوکوموتیو انقلاب آزادی بخش ایران برای سرنگونی دیکتاتوری، ایجاد دموکراسی، عدالت اجتماعی و یک فدرالیسم ملی. ما اومدیم اینجا که از مردم کردستان حمایت کنیم با کمپین شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران، و طبیعتاً فقط مردم کردستان نه، ما از هر ایرانی که برای برابری، آزادی و برای حاکمیت مستقیم خودش دارد تلاش میکنه، مبارزه میکنه، دفاع میکنه برای آزادی و برای برابری و عدالت اجتماعی. طبیعتاً جمهوری اسلامی از بدو اومدن سر کار اومدنش تلاش کرده که کردستان رو مرتب بهش حمله کنه و با بهانه های مختلف، علارغم اینکه مردم کردستان دموکراترین آدم ها هستن، آدم های آزاد منشترین آدم ها و زحمتکشترین انسان ها هستن. جمهوری اسلامی به خاطر شکست خودش که دیدیم که توی انتخابات مردم ایران هم دیگه از اون دیگه استقبال نکردن، یعنی مشروعیت شو جمهوری اسلامی از دست داده، حالا داره جمهوری اسلامی به اشکال مختلف دست و پا میزنه. هر جا نیروهای براندازی رو میبینه، چه توی کردستان، چه توی خوزستان، تو هر جای ایران تلاش میکنه مذبوحانه حمله کنه به اونها، تلاش میکنه مبارزات اونها رو زیر سوال ببره، ولی حنای اونها دیگه رنگی نداره. مردم
به اونا گفتن نه، نه به جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری، برای یک دموکراسی مستقیم حاکمیت خود مردم دارد تلاش میکنن. به امید آن روز، به امید آن روز که مردم ایران، کردستان، خوزستان و انسانها علیه هر گونه ستم توی جامعه است پیروز بشن. خیلی ممنون. طی برگزاری این تظاهرات، نامه‌ای حاوی وضعیت پیش آمده در اقلیم کردستان پس از بمباران‌های اخیر به دفتر نخست وزیری تسلیم شد که در آن از دولت بریتانیا تقاضای حمایت از مبارزات بر حق کردهای ایران شد. این گرد همایی امروز در مقابل ساختمان نخست وزیری بریتانیا اعتراض و آکسیونی است علیه هجوم گسترده نیروهای نظامی رژیم به مرزهای عراق علیه احزاب در تبعید ساکن در عراق، احزاب کردستان ایران، و میخوایم از این طریق و از طریق اقدامات و اکسیونهای مشابهی صدای اعتراض مردم کرد علیه این هجوم گسترده رو به گوش دولت‌های غربی، نهادهای بین المللی برسونیم و اعلام بکنیم که اونها هم پشتیبان باشند در حمایت از این اقدام ضد انسانی، چون در واقع احزاب کردستانی که در خاک عراق مستقرند و از نظر رژیم جمهوری اسلامی مدت پیش از 14 هست به عنوان احزاب غیرقانونی معرفی شدند، اینها فقط خود فعالین حزبی نیستند، جمع وسیعی از مردم سیویل، زنان، کودکان و افراد بی‌دفاع مدنی در اونجا مستقر هستند و رژیم این گسیل رو، این هجوم نظامی رو علیه همه سازمان داده. اما می‌خوایم از این طریق هم از جنبه حقوق بشری و هم از جنبه ضدیت با رژیم جمهوری اسلامی این اکسیون رو ترتیب دادیم. این اولین و آخرین اقدام مسلماً نخواهد بود، همانطور که هجوم رژیم ایران هم به همین محدوده وسیله نیرو محدود نمیشه. بنابراین این اولین اکسیونه و ادامه هم خواهد داشت. طبعاً اگر هجوم رژیم و آوردن نیرو به مرزها و اقدام نظامی علیه نیروهای کرد ایران در خاک عراق بیشتر صورت بگیره، طبعا اقدامات اعتراض‌آمیز دیگری هم در دستور خواهد بود. این اعتراض امروز از جانب مرکز همکاری احزاب کردستان ایران سازمان داده شده و فقط هم در بریتانیا نیست، در همه کشورها همزمان این اعتراضات صورت گرفته و صدای معترض و بی پشتیبان کردهای عراق حتی المقدور به گوش جهانیان رسید. تظاهرات پس از 3 ساعت به پایان رسید.